علی تجویدی، آهنگساز، نوازنده ویولن، سه‌تار و پژوهشگر و نویسنده موسیقی در 15 آبان 1298 در کوچه ظهیرالاسلام تهران به دنیا آمد. آموختن موسیقی را از کودکی نزد پدرش هادی خان تجویدی که در نقاشی از شاگردان کمال‌الملک و در موسیقی از شاگردان درویش خان بود، آغاز کرد. پس از مدتی نزد ظهیرالدینی به فراگیری فلوت پرداخت. او در 12 سالگی دستگاه‌های موسیقی ایرانی را می‌شناخت. از 16 سالگی نزد حسین یاحقی نواختن ویولن را آموخت و پس از 2 سال به کلاس درس ابوالحسن صبا راه یافت. پس از آن با راهنمایی صبا به محفل هنری محمد ایرانی مجرد راه یافت و با بسیاری از هنرمندان سرشناس آشنا شد. تجویدی صدها ترانه را با صدای هنرمندان نامدار به اجرا درآورده است. دوران اوج او به سالهای همکاریش با دلکش برمی‌گردد. مثلث تجویدی، دلکش و رحیم معینی کرمانشاهی در سالهای 1335 تا 1340 را می‌توان خالق به یاد ماندنی ترین قطعات در موسیقی معاصر ایران دانست. تجویدی علاوه بر این ده‌ها ترانه برای مرضیه ساخته که از آن جمله ترانه سنگ خاراست که شعر آن از رحیم معینی کرمانشاهی و تنظیم و ارکستراسیون آن از روح الله خالقی است. علی تجویدی استاد هنرمندانی چون هایده و همیرا بوده است. برخی از آثارش عبارتند از یاد کودکی، سفر کرده، پشیمانم، رفتم که رفتم، بگو چه کنم و میمیرم. علی تجویدی پس از انقلاب فعالیت کمتری داشت. او 3 کتاب به نامهای موسیقی ایران 1 و 2 و کتاب 3 یا ماهور را منتشر کرد. علی تجویدی سرانجام در 24 اسفند سال 1384 در 86 سالگی چشم از جهان فرو بست.